اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على رسوله و حبیبه محمد صلی الله علیه و سلم و على اصحابه و ازواجه دعین الى صراط مستقیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اسلامی، مؤمنین خدا، همه تو به خانه خدا خوش آمده. یکم روز ماه محرم و سال نو ما اون اساسه و اساسه سپری شد، همه دو مبارک شود. خواه سوره آل عمران پاره چهارم قرآن آیه رقم 106 در باره نسل پاک. تلفناتون خاموش نیم برادر، آیه مبارکه رقم 101-2 ما را تربیت میکرد، نسل ما به سوی چی؟ تقوا. آیه رقم 102-3 ما را تربیت میکرد که فرزنداتون خطانا به سوی چی دعوت کنه؟ به سوی رسمان خدا، که در باره حبل الله ما صحبت کرده بودیم. رسمان خدا، شریعت خدا. آیه رقم 104 و 105 و 103 و 4 و 5 با ما و شما را دعوت میکرد و سوی چی بود؟ و سوی شکری نعمت، یعنی که تقوا، رسمان خدا، شکری خدا، نعمت. آیه رقم 105 ما را نصیحت کرد که شما ای پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و سلام، ای مسلمان ها، تفرقه اندازی نکنید، جدایی اندازی نکنید، اختلاف نکنید، نکنید این کارو را، نکنید این کارو را، حیف میشه. اکنون ما فرزندانمون را باید به سوی تقوا تربیت کنیم، به سوی رسمان خدا تربیت کنیم، به سوی شکر نعمت ها تربیت کنیم، فرزندانمون را تربیت کنیم که جدایی اندازی نکنن جدایی اندازی. حتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می آمد است که حضرت ابو هریره صحابه پیغمبر حدیث روایت کرده است. اکنون بینیم که ابو هریره کدام سال اسلام می بیاره؟ هشتم سال هجری ایمان می بیاره. پیغمبر صلی الله علیه و سلام کدام سال از دنیا می گذره؟ دهم سال هجری. قطعی پیغمبر چند سال زندگی کرده؟ 10 سال. همین حدیث روایت کرده که ابو هریره رضی الله تعالی عنه که اولین صحابه در اسلام است در 10 سال. همین خل حدیث روایت میکرده است که حضرت عمر میگذشته که ابو هریره حدیث گفته است، حتی ریش میتراشته حدیث میگفته، وقت نداشته دیگه. حضرت عمر با سر میکرده شان ابو هریره را. این در دارالمنصور مولا علی سنت مولا خوانه بعد ابو هریره خزمس که ده چی با میگفته او حدیثی که تو گپ میزنی همه این خل نیست، مردم سرش گرنگ نکرد. برای من حضرت عمر همگی چند حدیث پیغمبر روایت کرده؟ اگر میتونست حضرت عمر 10,000 حدیث میگفت، یعنی چیزای اساسی را میگفت. عایشه مادر من میگه که ابو هریره هم خیلی حدیث گفته، هم خیلی زیاد. میگه ابو هریره او چیزی که تو میگی زندگی پیغمبر خیلی نبوده، هر مشان نگو مردم ده قلقل میگفتن، یعنی حدیث خیلی زیاد بوده. یو اگر خیلی گویم بسیار اسلام ایش به ایش میشه تناقض. حتی که حضرت ابو هریره را جنگ میکرد صحابه، نگو زیاد، همه را نگو، همه چی را نگو مردم ده، همه چی را گفت نزن که مردم در غلغله میگانته. ده اینجا اخل اومده، ده اینجا اخل اومده است. یعنی دین اسلام دینی واسه ای انا بینین که مو بعد حضرت پیغمبر دین ای حضرت ابوبکر میگیریم، نه ای حضرت ابو هریره. مو بعد این دین ای حضرت عمر میگیریم. در نزد حضرت ابو هریره 3 طلاق وجود نداره. در نزد حضرت ابو هریره 3 طلاق وجود نداره. 3 طلاق حکم چی را داره؟ یا طلاق. اما نزد حضرت عمر دا 3 طلاق و یک لفظ قبول یا نه؟ گپی کدامش ما گوش میکنیم؟ حضرت عمر. برای همین دینی ما دینی بهت به قوت روایتش زیاد است. شما فکر کنید که کی روایت میکنه؟ جایی که ابوبکر صدیق میبیاد تمام صحابه میروای با ابوبکر بزرگ بعد رسول اکرم یا نه؟ تمام. جایی که حضرت عمر میبیاد دیگه همش میروان. جایی که حضرت عثمان میبیاد همش میروان. جایی که حضرت علی میبیاد تمام یو میروان همش از بین.
از حدیث ها اینو مدام معتبرن. برای چی؟ بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین مسلمان ها چهار تیاری بیشتی هم بعد از او با ده تا شش تیاری دیگه پیوست می شود. اینو ایجاد فضیلت درجه دارن، تربیت باید مور درست فهمید. برای نامین اسلام هم خیلی دینی هستن که مور اول با تقوا دعوت میکنه و شریعت خدا دعوت میکنه و شکر نعمت ها دعوت میکنه و تفریقه نندازه، جنجال نکنه، خرخشا نکنه. و چی طرف جنجال خرخشا میکنه؟ چی جنجال میکنه شما؟ اختلاف نظر دیگر چیه؟ اما اختلاف عقیده چیزی بده. امروز اختلاف عقیده هم رسو کرده. یک مسئله رو در اعتقادات میبردارن که دیگر انمین سبب بزیار شده و دیگر اینش کافر میگه، اینش منافق میگه، اینش ملحد میگه، این کار رو احتیاط چاوی میگه. اول مردم رو به سوی تقوی دعوت کنه، شریعت دعوت کنه، شکری نعمت رو به تفریقه نندازه. چهار مسئله را بین. اما تقوی مردم در داده نشوه، فرزند داده شریعت تعلیم داده نشوه، ای شکری نعمت هایی که خدا داده امروزی قدر ماده گفته نشوه، تفریقه اندازه را گفته نشوه، شپ و شپ و هم خشیدن گیره، آیا 106 جواب شد داده؟ یوم تبیض وجوه، روز قیامت روزی هست نه که آدم ها سفید رو میخیزن، و تسود وجوه، آدم ها سیاه رو میخیزن. انا اکنون خدا جواب داد. این دنیا ده کردن گیره چیکار میکنه اکنون هم؟ ایلا کردن گیره ارغم جنی خدا در روزه و یه روزه میشه که سیاه رو میخیزی کردن گیره، ولی بر رود سیاه میشه، ولی زید قرآن و شریعت برآمد کردن گیره، ولی هر روز داره بابای، ولی اختلاف مذاهب فتنه را در عالم اسلام انداختن گیر، جنگ مذهبی را روح اندازی کردن گیر، برای یک وجب زمین یک وجب منفعت را توی کردن گیر. یک روز داره که بر رود سیاه میخیزن، اون رو سرطه میبرداری که رود رنگ لخچه سیاه های نمیتونی اون که من منی کردم. اما خدایی که یک قطره آب این قدر زیباگی داد و او بزرگی و رسان، او قدرت داره که انمو قطره ای آب روز قیامت خر خزانه، او قدرت داره که میمون خزانه، او قدرت داره که مار خزانه، او قدرت داره که ماه شب 14 خزانه. جوابش اینه، تقوا در ترمی آدمای به تقوا رو نگاه کنی، اوستا 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 همه افتاشون به نور میشوند، بعد افت میشوند، حتی به حیوانات همه دنیا مونند دارند. میخوای که بنام ادم میگردن، همین بدافتار رو تماشا کنین، باور کنین شما، حتی که خدا قردتن خاصی این میگه، میگه این یهودی ها میمون های زیانکار هم آخری عمری پیری هم میاره میره رنگی میمون هم میتونه مثل روبرود هم آینه نیلگون در تماشا میکنی و بنام ادم های میمون هست در روبرود. الله جل و علاشان ها خنازیره میگه، میگه اینو خوک هم بسیاری قومیت مردم ها رو نگاه کنی پیری هاشان هنگی خوک هم. خدا گفته ایسا دای شما میگه وقتی تقوا نکنی، رسمان خدا رو چنگ نزنی، به شریعت گردی، شکری نعمت خدا رو نکنی، تفریقه اندازی و همه کار رو در درون دین تون کنی، رنگی قوم های پیشتر و دین های پیشتر کردن، روزه هست که تبیض یعنی که روح ها سفید میخیزن، سفید، تسود روح ها چی میخیزن؟ سیاه. دیگر تمام اکنون این دنیا دای ما خیال میکنیم که رو سیاهی از سیاه پوستا آدم های بدن نگران روی بدن افتی بدن نه وی خلق خدای اکنون رو سیاهی روز قیامت به زیبای آن روز بلال از محتاب هم زیبای آن روز بلال حبشی ای محتاب زیبای وحشی که حمزه را کشت ای محتاب زیبای چرا؟ و با ایمان مرده. اما افسوس که سفید پوستایی که امروز این کارا را اجرا نکردن وای بر حالشون که اینا سیاه لخچگی میخزن روشون سیاه های و تسود وجوهون فاما الذين اسودت وجوههم اما اون کسایی که روی سیاه قتی میخزن ای خاک روی سیاه قتی میخزن روی سیاه های افتا مسخ شدن تغییرات اکفرتون بعد ایمانی کن اینا بعدی مسلمان و مومین شدن شان کافی شده گم اسلام یاد رسید اصلوی را یاد نبروری اسلام یاد رسید اما اینا بعدی ایمان این آیت اول برای کدا مردم های یهودی ها پیش ای رسول اکرم همه شان مسلمان بودن پیش ای حضرت عیسی مسلمان بودن اینا با این پیغمبر را کافی شدن آخی قبول نکردن عیسی مسیح ها چی کارایی نکردن
قسم خوردن که همین خیلی میکنیم شکی حضرت مسیح که در تاریخ نام شب بعدی میبروریم. نام شب بعدی براوردن خدا گفتن شد، بچه خدا گفتن شد، همش یهودی ها کردن. حتی برده به همون امپراتوری ظالمی بیزانس تسلیمش کردن و عقیده خشن گوی به صلیب کشیده شد. کردن. قسم خوردن که دین پیغمبر را میکنیم. حتی تا مرده پیغمبر را دزیدنی شدن. همون روز رسول الله ای دنیا میگذارن، عبدالله ابن سبا ای مصر دویده میبیا یهودی های. میگه پیغمبر را باید حتما در این پیغمبر میگه باید حتما در زمین پیغمبر را گور کرده شد. میگه چی با؟ میگه فرزند ابراهیم یوخی باید ایره حتما فلسطین برده شد و قدس شریف در پره ابراهیم گروش کنیم. کوشش میکنه که همین پیغمبری خمون امروزه یروسلیم برد. اگر گوری پیغمبری ما را یروسلیم میبرد، ما یک عمر خدمتگار یهود بودیم. کی این مسئله را برهم میزند؟ حضرت ابوبکر صدیق. میبیو میگه ای عبدالله ابن سبا بیرون برو، تا کی جوزه داده خانه رسول رایی؟ بیرون ده بیست؟ ای پیغمبر خدا ما شنیدگیم که پیغمبر رو در کجای قبض شوند در همو جا گور میشوند. در انم اینجا قبض ارواح شدگن همجا گور میشوند. جسد مبارک پیغمبر رو یروسلیم بردن یاد. که باید ما در زمین پیغمبر رو پره باباش رو گروش کنیم. صحوبه بود. این چخل ای کدام دعور میبیانیو. آن همی خیلی درون میدونن صحابه های، اما روز قیامت روش سیاه های. فتنه ای را که او انداخت حضرت مادر من عایشه را قتی حضرت علی جنگ انداخت در جنگ جمال. فتنه ای را که او انداخت حضرت عثمان را به قتل رسان. فتنه ای را که او انداخت حضرت معاویه را قتی حضرت علی جنگ انداخت. جنگ انداخت که این جنگ 80,000 انسان تلفات یافته گه مسلمان های دو جانب. وقتی که آمدن در زمین کربلا حضرت حسین به خاندان پیغمبر جنایت تاریخی کرد، یزید وزیر دست راستش نامش شمویل بود، نامش عوض کردگی بود، عمر ابن عبدالله باشه، عمر ابن مغیره به عربی آمدگی بود. وقتی سری حسین بریدن ایران آوردن و شام آوردن، سوریه آوردن پیش یزید، سرش آوردن، گفت ما قصد خیبر از خاندان پیغمبر گرفتیم. وزیر دست راستش بود. حالی ما نمیدونیم که این وزیر دست راست کیانیو. گفت ما قصد خیبر از خاندان پیغمبر گرفتیم. کی میدونه چی حکم میتیم؟ ما قصد خیبر را گرفتیم گفت. امروز ما قسمانه زهرمانه بعد 200 سال رسانده. برای نمی نکم از این بی خبرم که یوم طبیعت زوجو آن روز روحا سفید میخیزم. آن روز روحا سیاه میخیزم. اما اون کسایی که روشان سیاه های اینها بعد ایمامشان کافر شدن. یکم کیا بودیم؟ به حضرت مسیح کافر شدن، قبول نکردن. دویم مسیحی ها، دویم مسیحی ها ایمان نیاوردن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، نیاوردن ایمان. روحاشان میگه سیاه میخیزن. فرق نداره دیگر کسی که باشه بعدی پیغمبر کدام دین ادیانه باشه، چی وای زردشتی های، چی وای سبعی های، کسی که هست نیست در این دنیا بعدی آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت پیغمبر در ایمان نداشته باشه، تقوا و رسمان خدا و شکر نعمت و این گفتگوی تفریقه ناندازی را تفریقه میندازن، تفریقه ناندازن، پیغمبر به دینش روح راو نباشه، این روش سیاه های، او کی های، او مسیحی های، کدام دین نباشه. اما فخر روزی گفته یهود مسیحی حتی گفته مجوز زردشتی ها هم آورده. این نقطه نظر فخر روزی معلوم است که همه زردشتی ها پیغمبر داشتی هم. اگر اینو هم باشن اگر گوه دعوا کنن بعد پیغمبر خدا دعواشان باطل گفته. روشان سیاه های اینو بعد ایمانشان کافر شدن. اما در بین ما که ما امروز از اینها بسیار عذاب میکشیم، نام این چیه؟ منافقا. ما این عذاب میکشیم. اینا ظاهرا در این ما میدونیم ما الحمدلله مسلمان همه، الحمدلله ما اینیم، الحمدلله ما ختم کرده اینیم، ما ختم کرده اولاد همین بود، اجداد همین با همین لباس هم میدونیم. درون ما همین خیلی میکنن که ما را رسوا میکنن. اینا هم روسیه ها هم در این ما در بسیار خیلی بگروز منافق. ظاهرا همه میگه ما مسلمانیم، باطنان بدبخت دشمن اسلام هست، ضرری در اسلام میبیاره. انا می آید اکفرتون بعد ایمانکم، و شما کافر نشید بعد مسلمان بودن تا نشده شما تقوا نداره، شما با شریعت خدا زندگی نمیکنی، شما شکر نعمت های خدا رو نمیکنی،
برای چی شما بین مردم تفریقه میندازه، بین مردم اختلافات میندازه، شما تهمت ها را میبنده، شما چی کارهایی را نمیکنه، امروز بین جامعه در میبیاره، همه کارا میکنه. بعد ایمان تون که ما میگم من ایمان دارم، ما به خدا یگانه ایمان دارم، ما به پیغمبرای و ایمان دارم، همه کارا را میکنه. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، و این کافریتون اکنون در جهنم ابدی میسوزه. اینا کافر، خدا در این آیه اینا رو کافر گفته است، یعنی بعد ایمانی کرو میشوه. انا اکنون بین که کسی تقوا نداره، کسی رسمن خدا در چنگ نمیزنه، کسی شکر نعمت های الله دادگیر نمیکنه، کسی تفریقه میندازه که انا میخیل همه را امروز شلم شوربا میندازه که همه به جون یکدیگر میغلطن، اینا روز قیامت روسیه میخزن. روسیه خدایا امروز روزی اولی سال ما مسلمان و ماه محرم است. من قال اول المحرم، کسی در روز یکم ماه محرم دعا را میکرد، اللهم انت العبید القدیم، خدایا تو معبودی بر حق هستی که تو قدیمی، تو اول نداری، تو آخر نداری، این دعا را میکرد است. و هذه سنه جدیده، امروز روز سال نو، این سال نو ما مسلمان ها های امروز در زمان حضرت عمر سال نو اعلام هجری اعلام کرده شد، این روز رسول اکرم مدینه رفت، این سال سال نو، این روز روز نو. نسالک فیها العصمه من الشیطان و اولیائه، ما ایتو میپرسیم ما ده سپرته که شیطان و دوستاش ما ده ضرر نرسونه. خدای ما ایتو دعا میخواهیم این روز یکمی سال درهای رحمت گویای. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که وقتی باران میباره گو درهای رحمت گویای. ما دعا میکنیم خدایا ما را از ابلیس و دوستای ابلیس نگهبان شو. والعون علی هذه النفس الاماره بالسوء، ما ایتو یاردم میخواهیم یا الله، ای خدای حق این نفس اماره که ما را کافر میکنه ما را نگهبان شو. این نفس فرعون در این نفس دعوای خدایی کرد، نمرود دعوای خدایی کرد، قارون دعوای خدایی کرد، نفس اماره به درجه برد شونه که و بدبخترین روز برد، پیغمبرت حضرت یوسف دعا کرد، الا ای خدایا آگاه بایی تو همشه، تو همیشه آگاهی، نفس اماره، این نفس بدبخت اماره منو به بدی میبره، الا مگر اگر تو رحم کنی من هیچو کرده نمیتونم. حضرت یوسف ای نفس اماره خالی نبوده است و خدا دعا میکنه در ماه محرم، انمی دعا شده که ولعون ما را یاردم کن خلاص شدن از این نفس اماره. والاشتغال بما یقربنا الیک یا کریم، ما را یک کار که در یک کار مشغول کن، در یک کار گرفتار کن که هر قدم و هر نفس و هر روز و هر هفته مون ای سخی به تو نزدیک شویم، ای خدا به تو نزدیک شویم. این دعا را وقتی که میکرد است بنده، عبدالله ابن عمر گفتند این دعا را بنده میکرد در ماه محرم، اولی ماه محرم ده، قال شیطان، شیطان میگفت آسانا من نفسه، وای ناامیدی بر جان من، وای ناامیدی بر بدن من، وای ای ابلیس تو تمام شدی، زیرا این که اینها این ماه دعا کردن در این ماه، هر بنده ای دعا را میکرده و یوکل الله به ملکین یحرسانه تلک السنه، خداوند دو ملائکه را وظیفه دار میکرده بسار صاحب این دعا، این دو ملائکه تا سال آینده این بنده را از ابلیس و پیروای ابلیس نگاه میداشتند. خدایا این دعا را این در حلیت الاولیاء صاحبش آورده از ابن عمر روایت کرده که دعای اولی ماه محرم همین بود است که خدایا ما را از شیطان و شیطان صفتان نگهبان شد. دو ملائکه می آمد استیان که ما را نگاه میکردن تا سال آینده. وان انسین انی نبی صلی الله علیه وسلم، خدایا ما دعا میکنیم که انسان ها را سفید و سیاه روز روی روز قیامت میخیزانی. اگر همین سال در کدامی ما را تا قلم رفته باشه قبض ارواح کردی، ما دعا میکنیم که روز قیامت ما را از گور سفید رو خیزان، بدنی سفید قطع خیزیم. و نور بما اشرقت، همون نوری که یک شرق طلوع زنه مغرب و مشرق روشن کنه، ما را نمیخیل خیزان.
ای پروردگارا این ماه ماهی بزرگ است، ماهی اول سال ما است، این ماه ماهی محرم است، ماهی حرام است، ماهی قابل حرمت است. انس روایت کرده است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: من صام اول جمعه من المحرم غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی جمعه اولی ماه محرم، هفته اول جمعه اگر روزه میگیره، در یک روایت حتی در دیگر آمده که من صام ثلاثه ایام من المحرم، اولی هفته را پنجشنبه و جمعه و شنبه را یک بار روزه میگیره، پروردگار عبادتی 900 ساله مینویسه، 900 ساله عبادت نفل ثوابش مینویسه. حدیث امام بیهقی روایت کرده اگر از روایت حضرت علی. در یک روایت دیگر آمده بوده است که هر کسی که جمعه هفته اولی ماه محرم و پنجشنبه و جمعه و شنبهش روزه میگیره به اخلاص، این انسان پروردگار گناه های پیشترش خط عوف میکشه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه پرسید: مرد گفت ای شهر انت امرونی ان اصوم بعد شهر رمضان، ای علی کدام ماه بعد رمضان برای من امر میکنی که روزه بسیار گیرم، روزه گیرم کدام ماه بزرگترش؟ حضرت گفت: سمعت احدا، من شنیدم یکی را که همین خل سوال کرد، یک مرد رنگی تو هیچ کس همی را پرسیدگی نبود، من همی را شنیدم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک مرد او زمان همین سوال پرسید، دویمش از زمان من تی. ای حضرت پرسید که من بعد رمضان کدام میگیرم؟ حضرت ششتگی بود. بعد گفت: ای فرستاده خدا، کدام ماه بعد رمضان امر میکنی روزش زیاد گیرم؟ حضرت گفت: این کنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم. یک ماه رمضان اگر تو به پاکی روزه گرفته باشی، پس بعد رمضان امر میکنم که محرم به زیاد روزه گیر. فانه شهر، این ماهی هست که خداوند توبه تمام پیغمبرا را قبول کرده گیا و تمام قوما را توبهش قبول کرده گیا و تمام مردم توبهش در این ماه امر شده گیا. این ماه ماهی قبول توبه بوده است. قال الفقيه رحمه الله عليه، ابو لیث سمرقندی فقیه بزرگی خودمان آورده است که الصوم مستحب فی جمیع الاوقات، خصوصا روزه گرفتن مستحب و در همه حالات، خصوصا مگر در رمضان فرض، مگر در راه در ماه محرم سنت. پس مانده روزه ها چی بوده؟ مستحب بوده. دوشنبه میگیریم، پنجشنبه میگیریم، اینا رو امر مستحب داده حضرت، اما گفته ماه محرم روزش حضرت چی سنت گفتیان، ماه رمضان فرض گفتیان ابو لیث سمرقندی. و روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت گفتند افضل الصوم بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان صوم المحرم. امام مسلم هم حدیث روایت کرده که پیغمبر خدا گفتند با فضیلت ترین و با ثواب ترین روزه بعد رمضان این روزه ماه محرم است. من امروز روز یکم شای، خدایا ما دعا میکنیم که اگر ما را امسال بردنی باشه پیش خدا، ما را سفید روی بر، ما را مثل یهودی ها و مسیحی ها و زردشتی ها شرمنده نکن. چگونه که اونها را گفتی در این که بعد این اگر نکردن، همین که وصف کردی که همین خود و دستاشون روشون خشون کردیم بعد آمدنی این پیغمبری آخر که تسلیم نشدن و ما را از جمله منافقان نگردون، زیرا که دنیا هیچ خدا وفا نمیکنم اون میریم، ما را مسلمان و سفید روی بر، خدای ما را برای راست هدایت کن، عاقبت دین ما را پروردگارا به خیر گردان و دینداری ما را قوی گردان و در تمام دنیا صلح و آرامی را ارزانی گردان، فیض و برکت را برای ما پروردگارا ارزانی گردان. یا الله این مسجد آباد و زیبا نگه دار، پروردگارا ما را از دنیا به ایمان بر. ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین آمین یا رب.